برای در آوردن دم کار از یه آرک استفاده میکنم. هم میزنیم تا وایر فریم بشه. نمای لفت بزنیم، این رو بعد بالاتر بیاریم. اگر دقت کنید من فقط شیشه‌ای کار رو کامل کردم و رنگ کار رو تغییر دادم و یه زمین برای کار اضافه کردم. این رو یک مقداری رندرینگش رو بیشتر میکنیم. به نظرم کافیه. میام یه FFD بهش میدم، مثل FFD 3:3، که بیایم این رو یه مقداری بیاریم بالاتر و حتما منحنیش هم حفظ بشه. 3:3 رو کنترل پوینت هاش رو روشن میکنم و میبرم بالاتر. یکی از روش های بسیار عالی برای درست کردن سازه های کابلی همین روشیه که همین الان انجام دادم. یک مقداری به نظرم زیاد اومده بالا. تا همین حدم اوکیه. برای درست کردن باقی صفحات مثل همیشه میایم از پلین استفاده میکنیم، ولی این بار برای آوردن پلین از سرچ میخوام استفاده کنم. اوتوگرید رو میزنم که بیاد روی سطح کار بکنه. این از پلین. اوتوگرید رو دیگه هم نیاز نداریم، میتونیم برای درست کردن شکل بعدیمون تیکش رو برداریم. کانورتش میکنم به ادیتیبل پلی. این اچ رو بعد ببریم بالا و حتما بعد این منحنی این رو حفظ کنیم. دوباره شیفت رو نگه میدارم و ادامه میدم. حالا بعد حتما ورتکس های کارمون رو مشق کنیم با سطحی که داریم.
هر جا که اجی کم داریم حتما باید بیایم این اج رو به کار اضافه کنیم که این منحنی خوبی در بیاد. مثل این قسمت که با رین کردن و کانکت ایجی اینجا اضافه میکنم. که میتونیم سطح رو باهاش جابجا کنیم و حالت مورد نظرمون رو بهش بدیم. با نروز نتیجه کار رو میبینم، خوبه به نظرم. حالا میتونیم خاموشش کنیم. اچایی که توی اینجا داریم رو با لوب کردن انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میداریم و میاریم پایین. اچایی که باز هم اینجا داریم رو با لوب کردن انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میداریم و میاریم پایین. توی این پایین به وسیله اسکیل میاریم سطح رو صاف میکنیم. برای این قسمت هم تکرارش میکنم. نتیجه نرز رو ببینیم. خب معلومه که بعد بیایم یه اجهایی اضافه بکنیم به کارمون. بنابراین اینها رو قطع میکنم. به وسیله رین کردن و کانه کردن یه اج نزدیک به اج رس اضافه میکنم. میتونیم آلتو کیو بگیم که راحتتر کار رو ببینیم. دوباره رین میکنم. کانکت، این بار دوتا و سرشون میدم به طرفین و توی انتها هم برای این لبه هم یه کانکت اضافه میکنم و سرش میدم به سمت بالا. نتیجه کارمون به این صورت در میاد که اینا جمع نمیشن. مقدار نروز رو چک میکنم، خوبه با عدد دو. کانورتش میکنم به ادیتیبل پولی. حالا ما این اج ها رو میتونیم رین کنیم و بعد لوپ از این مجموعه ادیت اج create shape from section حالت لینیر رو میذارم. اوکی میکنیم. چون حالت رندرینگ فعاله به خاطر همین سریعا متوجه میشه که ما میخواییم چیکار کنیم. مقدار اینها رو میتونیم تنظیم بکنیم. به نظرم تعدادشون کمه. میتونستیم کنترل زد کنیم، مقدار نروزمون رو بالاتر ببریم که وقتی کانورتش میکنیم به ادیتیبل پولی یا نه میایم روش از یه ادیت پولی استفاده میکنیم شدت بیشتری از اچ ها رو داشته باشیم و سازه کابلی زیباتری هم تحویل بگیریم. میام زیر مجموع Edit Edge Create Shape به صورت لینیر به نام یک جدا میکنم. خب تعدادشون زیاده، سیستم در حال پردازشه. خب از این خارج بشیم. میتونیم اینا رو انتخاب کنیم. عدد 6 رو روی یک میذارم. میتونیم سطح زیرش رو دیلیت کنیم یا سطح زیرش رو نگه داریم، هر طوری که طرحمون میگه. من توی اینجا دیلیتش میکنم که حجم زیادی رو نگیره. البته قبل از دیلیت کردن ما یه چیزای دیگه ای هم نیاز داریم. به هر حال برای نگه داشتن این سازه کابلی ما یه سری اجه این پایین رو بعد بیایم
لوب کنیم و ازشون مسیری رو استخراج کنیم تا بشه یه همچین مقطعی رو دورشون چرخوندش و در نهایت این کابل ها روی اونها سوار بشن. اینها رو میتونم بیارم بالاتر به صورتی که هر کسی این کار رو میبینه متوجه بشه که کابل ها بر اساس اینها استوار هستن. خب این هم از این بخش. برای محوطه کار من فقط بخشی از اون رو به صورت لاین و آرک توی اتوکد درست کردم. همین لاین ها و آرک ها رو میایم از طریق لایه بندی تغییراتی بهش میدیم. یه لایه جدید درست میکنم به نام 3D. رنگش رو تغییر میدیم که تشخیص بدیم که این روی اون یکی افتاده. بی او رو تایپ میکنم. فقط حتما قبل از اینکه بی او کنید حتما رو لایه جدیدتون قرار بدید. حالا بی او پیک، دوباره پیک و خیلی سریع محوطه های کارتون رو به همین راحتی میتونید در بیارید و این بهترین روش و دقیق ترین روش برای مدلینگمونه. من همیشه مدلینگایی که دارای ابعاد و اندازه هستن رو از اتوکد شروع میکنم به کار کردن، چون که دقیقا مطمئنم از اینجا تا اینجای کار مثلا به فرض مثال 20 متره و این توی 3D Max خیلی کمکم میکنه. بنابراین ما اگر میخواییم دقیق کار کنیم بهتره که از ابزارهایی که توی اتوکد قرار داده شده استفاده کنیم و اون رو به صورت یک پلین و در واقع یا میشه گفتش که یه چیزی که زیر دستمون قرار بدیم استفاده میکنیم و توی 3D Max روش حرکت رو انجام میدیم. اما من اینجا این باندریایی که انجام دادم رو انتخاب میکنم. میتونیم همه ی آبجکت هایی که توی صحنه هستن رو به غیر از لایه 3D خاموش کنیم. حالا این رو حرکتش میدم. موزش میکنیم. یه مقداری میارم این ورتر. از این یه سیو سلکتد میگیرم. دبلی رو میزنیم. توی دسکتاپ به نام 2 سیو میگیریم. واحدش اینجا مهم نیستش. من رو حالت متر فعلا میذارم. اوکی میکنیم. حالا 3D Max رو میاریم. میتونیم کارمون رو ایمپورت کنیم. از دسکتاپ به نام 2 اوپن میکنم. اینجا ریسکیل لازم نیست انجام بدیم، فقط رو حالت انتیتی بعد بذاریم و مقدار استپ های کار رو بیشتر کنیم تا کرف های ما خیلی بهتر خودشون نشون بدن و عددی که اینجا هست رو به صورت هزارم در میارم. و اوکی. آلتو دبلیو. آرکای ما وارد 3D Max شدن. هر کدوم از اینا میبینید که به صورت جداگونه هستن. خیلی سریع من میتونم بیام با اسپلاین اوتلاین مورد نظرم رو حالا با ابعاد اندازه یا بدون ابعاد اندازه بدم. میایم این رو اکسترود میکنیم. این به عنوان جدولای دور باغچه هامون هست. این رو هم دیتچ میگیرم و این باغچه ها رو کانورتش میکنم به دیتیبل پولی تا بعداً بیایم روش سبزه رو حرکت بدیم. میتونیم برای حرکت دادن از قسمت آبجکت پینت استفاده بکنیم و رو سطح کار پخشش کنیم. برای درست کردن مابقیه شکل ها هم میتونیم همه رو به هم دیگه اتچ کنیم. البته این وسط ما یه حوض داریم که این حوض رو
جداگونه من درستش میکنم. اوتلاین ها رو به کارا میدیم. سطح های داخلی رو انتخاب میکنیم. حتما تیک کپی و بعد دیتچ. نهایت هم سطح ها رو اکسترود میکنیم. فیلتر رو رو حالت شیپ میذارم تا فقط شیپ ها رو بر من انتخاب کنه. شیپ حوز رو نمیخوایم. کانورتش میکنم به دیتیبل پولی. برای حوز هم به همین ترتیب این رو یک مقداری اوتلاین بهش میدم. اکسپلود میکنم. اکسترود میکنم. حتما دقت کنید که دیتچ بشه. وقتی که خط ها به این صورت در بیاد 100% درست اکسترود نمیشه. بنابراین خیلی باید با دقت بیایم اینا رو اوتلاین بگیریم. رو حالت شیپ میذارم. کانورتش میکنم به دیتیبل پولی. یه کنترل وی ازش میگیریم به صورت کپی و یه مقداری این رو میاریم بالاتر. قرار اینجا متریال آب بشه و پایینی میتونه سنگ های کف حوض باشه. این هم از بخش محوطه سازی کارمون. خیلی بخش های دیگه هم همینطوری هست و تکراریه. بنابراین دیگه لازم نیستش که اونا رو تکرار کنم. بریم برای ساخت بخش بعدی کارمون. از پلین کمک میگیرم. اوتوگرید رو خاموش میکنیم. F3 رو فعال میکنم. کانورتش میکنم به ادیتیبل پولی. دوباره F3 غیر فعال بشه. تو نمای لفت، زد زوم، دبلیو میبرم بالاتر از سطح کارمون. حالا میتونیم ورتکس هامون رو تنظیم کنیم با سطح زیر کار. برای اینکه هماهنگ اینها اندازشون تغییر کنه بهترین روش استفاده از روش اسکیله. برای اینکه شفاف بشه با آلتو ایکس شفافش میکنم. اول سطوح روی کار رو در میارم و بعد تو نمای لفت میذاریم و تو نمای لفت هم درستش میکنیم. این از سطح کارمون.
تو نمای فرانت یک رو میزنم تا اینا روشن بشن. فعلا سطح بالایی کار و جزئیات رو بعداً به کارمون اضافه میکنیم. و اینکه این دوتا دقیقا توی یک راستا قرار بگیرن با اسنپ و یوز اکسس کانسترینت، اینها رو توی یک راستا قرار میدیم. حالا میتونیم تو نمای تاپمون جزئیات رو اضافه کنیم. با رینگ کردن تمام اجهای دور تا دور رو انتخاب میکنم. یک کانکت اضافه میکنیم. مراکزی که بعد بیان بالاتر رو میارم بالاتر. برای درست کردن این سوراخ ها هر کدوم از این سوراخ ها رو باید به صورت جداگونه در بیاریم. من 3 تا اج اضافه میکنم و حرکتشون میدم به سمت گوشه ها. اوکی میکنیم. برای این سمت هم دقیقا این کار رو تکرار میکنم. حالا میتونیم صفحات مورد نظرمون رو دیلیت کنیم. نتیجه رو میتونیم تا اینجا ببینیم. Alt X رو برمیگردونم. نبض رو غیر فعال میکنیم. توی نمای تاب Alt X دوباره فعال بشه. ما اینجا دوتا نقطه داریم که اینها رو معکوسه. اینجا که رأس روی این لبه است، میخوام رأس روی این یکی لبه ها باشه. اینجا هم بعد یه حفره ای درست کنیم. البته قبلش یه اینجا درست میکنم. و بعد پولیگان ها رو حذف میکنیم. این پولیگان ها سطح هاشون بعد بالاتر از این سمتی قرار بگیرن تا ما این حرکت بالا پایین اومدن رو توی همه جای سطوح داشته باشیم. خوبه. حالا میام دیتیل رو بهش اضافه میکنم. و اینکه این لبه ها شارپ بشن، بعد بیایم هر کدوم از اینها رو به صورت جداگونه به لبه هاشون کانکت هایی رو اضافه کنیم. هر چقدر که این لبه ها نزدیکتر باشن، شارپی که توی رأس داریم خیلی بیشتر میشه. حالا میتونم بهتون نشون بدم که منظورم
دقیقاً چی بودش؟ حالا من مقدار نبض هم بیشتر میکنم. میبینی که اینجا یه سهمی داریم که تمام لبه هاش کاملا شارپه. اگر این خطوطی که اضافه کردم روی وسط کار بود، اینجا حالت اسموستری به خودش میگرفتش. دور تا دور کار رو با بوردر انتخاب میکنم. البته نبض رو غیر فعال کنیم که راحت تر کار کنیم. و یک مقداری میارمش پایین تر. نتیجه رو بازم توی نبض میبینیم. اگه قرار باشه اینجا تیزتر باشه، میتونیم از این حرکت هم استفاده کنیم. نبض رو غیر فعال میکنم. دوباره ادامه میدیم. میتونیم بیایم بیرون و نتیجه کارمون رو تا به اینجا ببینیم. اما من سطح کار رو درست کردم تو نمای فرانت. حالا لازمه که این سطوح رو در بیاریم. بازم با یه پلین شروع میکنم. تو نمای فرانت کانورتش میکنم به ادیتیبل پولی. حالا بعد بیایم ورتکساش رو تنظیم کنیم که چیدمانش به چه صورتی باشه. تنظیم چیدمان ورتکس ها بسیار توی نرزمون تأثیر گذاره. خیلی هم باید دقت کنیم که عرض کار رو کم یا زیاد نکنیم. این رو هم صاف کنیم. نتیجه نروز خوبه. نتیجه نروز رو غیر فعال میکنم. یه اینجا درست میکنیم. فقط از نمای تاپ هم بعد کارمون رو منطبق بکنیم با سطحی که داریم. حالا تمام سطح رو کنترل A و از اکسترود کمک میگیرم. البته حالت لوکال نورمال تا اینجا خط شکستهی به این حالت نداشته باشیم. برای اینکه جمع نشه مثل این حالت، میام برای دور تا دور کارمون لبه هایی رو تعریف میکنم. البته بهتر ستینگش فعال بشه. دوتا لبه اینها رو سر میدیم به گوشه ها. دقت کنید که این نباید خیلی زیاد بچسبه و محو بشه. اینجا من تقریبا میخوام یه زاویه شکسته داشته باشیم. بنابراین با کانکت و یه دونه از کانکت ها میتونیم زاویه خوبی رو اینجا در بیاریم. دوتا به حرکتشون میدم به گوشه ها. نتیجه رو ببینیم. مقدار ایتریشنمون هم میتونیم بالاتر ببریم تا نتیجه بهتری هم بگیریم.
حالا برای درست کردن قرینه کار از سیمتری میخوام استفاده کنم. فقط قبل از اینکه سیمتری رو اعمال کنیم، با هایرارکی و افکت پیوت اونلی پیوت پوینت کار رو جابجا میکنم و روی رأس کار میذارم. یه محور زد ها، حالا میتونیم گیزموی کار رو تغییر بدیم. حتی اگر بشه کمی جمعترش کنیم. بسیار عالی. تو نمای فرانت F3 با پلین بخش بعدی کار رو در میارم. کنترل A اکسترود میکنیم، تو نمای تاپ میزنم، هولش میدم زیر سطح کار. حالا نسبت به سطحمون بعد درستش کنیم. خطوط وسط رو با کانکت به هم دیگه میدوزم و یه اج جدیدم اینجا اضافه میکنیم و میبریمش جلوتر. نتیجه کارمون رو با نرد میبینم. فقط برای اینکه اینقدر جمع نشه، باز هم به گوشه ها باید بیایم کانکت اضافه کنیم. دقت کنید که من دارم از کمترین مقدار سگمنت استفاده میکنم تا شکلمون کامل بشه. این هم از این. مقداری ایتریشنش هم بالاتر میبرم. برای سطح انتهایی کارمون میتونیم همین رو کپی بگیریم و بچرخونیم. و نسبت به کارمون درستش کنیم. رنگش رو تغییر میدم که راحت تر ببینیم این ورتکس هایی که دارم جابجا میکنم. بهتره یک مقداری حجم کار رو به این صورت کمتر کنیم.
نتیجه نرو رو هم روش میبینیم. ورتکس‌هاش رو باید تغییر بدیم و بیاریم پایین تر. نرو رو غیر فعال میکنم تا راحت تر کار رو انجام بدیم. سطحش رو میارم پایین تر تا نسبت به کف بسنجیم که چه مقدار باید بره بالا یا پایین. نتیجهش رو با نرز میبینیم. خب دیگه اینا رو دیلیت میکنم. یه پلین برای یه زیر کار در نظر بگیریم. بیاریمش بالاتر. فقط مونده مثل این یکی کارمون بیایم یه پلینایی رو روی سطح کار بکشیم و شیشه ها رو براش در بیاریم. چون تکراری دیگه نمیگم و ویدیو رو بیش از این سنگین نمی کنم.